سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. این چهارمین قسمت از سری برنامه های سیمولیشنه. در خدمت دوست عزیزمون هستیم اینجا. میخواید با دوربین خودت یه سلام علیکم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همینطور شما بچه‌ها. خیلی ممنون، خوش اومدید. موضوع این برنامه در مورد پول هستش، یه موضوع خیلی جذابی که همتون دوست داری، هممون دوست داری براش، و میخوایم بریم ببینیم که چه تأثیراتی داره توی زندگی ما. حالا موضوع پول رو یه مقدار بیشتر باز میکنه و سمانی موضوع رو چه ربطی داره به اون بحث اصلیمون در مورد سیمولیشن. ببینید جان، ما راجع به هر موضوعی که میخوایم صحبت کنیم باید اول ریشه رو پیدا کنیم، در مورد تاریخچه‌اش بشه، مروری کنیم بر تاریخچه‌شون. الان اینترنت و ماشاءالله گوگل، شما هر چیزی سرچ بکنید گوگل بهت میده، تا ویکی‌پدیا هم هر بکنید. ببینید 5000 سال پیش تو بیرون نهره مورخان از به تاریخ می‌نویسن و محققان گفتن که ریشه پول 5000 سال پیش تو بیرون نهره. حالا سکه‌هایی که کشف شده تو این مورد مربوط به 1250 سال پیش، این اولین سکه های ضرب شده متعلق بین النهرین میده، مربوط به 1250 سال پیش. یعنی 1250 سال پیش اولین سکه ها پیدا شده. حالا دیگه کاری به جزئیاتش نداریم که اصلا چه اتفاقی افتاده و چی بوده و اینا، قطعا همه هم میدونه که قبل از این 5000 سال مردم کالا به کالا معامله میکرد. یعنی شما یه کالایی میبردی میدادی، مثلا قارچه میدادی دام میگرفتی، یا مثلا نمک میگرفت، یعنی معامله های این شکلی بود. حالا مثلا یه رو گندم میداد، شیر میگرفت. درست. ببینید حالا اینکه بحث سکه بود که اولین ضرب سکه اصلا به چه شکل بود، حتی ضرب های سکه ها به صورت اینکه بود که مثلا روی سکه عکس خدایان چاپ میشد یا عکس پادشاه ها و حاکمان اون دوران ضرب میشد تو سکه. بعد خب جنس سکه ها طلا بود چون ارزش داشت، و دیگه بعد از چندین سال بعد که مهره میاد و من طلا جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. حالا راجع به این جایگاه ها هم من امروز با هم صحبت کنم، اصلا این جایگاه ها چجوری به وجود میاد. توی چین 500 سال بعد از میلاد، یعنی تقریبا همون بالا باش، همه خب سکه های بزرگ بودن، یعنی اندازه سکه ها اونقدر بزرگ بود که حملش برای همه سخت میرفتن توی شهر یا حاکمان شهر یا هر چیزی. یه امینی پیدا میکردن، سکه هاشون رو میذاشتن پیشون، اون امین یه نوشته ای بهشون میدن که آقا شما انقدر سکه مثلا ده اینا رو اعتبار میداد بهشون. آره دیگه، اینا رو کیا انجام میدادن؟ کسایی که تاجر بودن، تجار میمدن، میرفتن پیش اون امین، یه نوشته ای میگرفتن. بر فرض مثال مثلا آقا شما ان تا مثلا سکه دارید، مثلا چند هزار سکه دست اعتبارش بود، بعد با اون سکه هایی که داشت میرفت خریدشون میکرد، معاملاتش رو انجام میداد و اون طرف میرفت از اون امین پولش رو میده. چون سنگین بود دیگه، هی این برمار نیبرون به شکل امروزی میشه مثل شکل سفته و چکوین. چکوین یعنی در اصل اول پول کاغذی میتونیم اون رو بهش اشاره کنیم که حالا رفته رفته پولای کاغذی بالاخره شکل نوینی به خودش پیدا میکنه. نمیگم حالا زیاد به تاریخچه‌اش نمیخوام بپردازم، فقط میخواستم یه موضوع اینجوری. حالا راجع به ارزش این ارزش گذاری میخوام بگم. ببینید توی مثلا دوران قدیم، مثلا همون 5000 سال پیش، قبل از 5000 سال پیش در سکه چیزی اختراع میشه، حاکمان شهرها خب زمین داشتن، اراضی داشتن، آدمای پرقدرت و پرنفوذی بودن و میمادن معامله میکردن، مثلا کشاورزاشون کشاورزی میکردن، حالا با سیستم گسترده تر مثلا گندم میدادن پارچه میگرفتن. خب بعد حالا اومدن سکه ضرب کردن، سکه ها رو بیشتر بسه سربازا زیدن، حقوق میدادن به سربازا، که همین شروع شد این چرخه چرخیدن. ارزش اونجاست که مثلا یه وزیری یه اسبی داشت، من این مثال میزنم اونه چیزی نیست، شما هم کن مرموستر بشه برای چرا فهم چه به چه برنجی بشه. مثلا یه وزیری یه عصبی داشت، این همون از حتی چابوترش رو شاید یه روستایی هم. خب چون این از مال وزیر بود ارزش بیشتری داشت و
برای اون کسی که داشت میفهمید. پس نتیجه میگیریم همیشه ارزش ها بنا به موقعیت اجتماعی افراد تعریف میشد. یعنی مثلا طرفی اومد چونم یه جنسی داشت گرونتر از اونی بود که مثلا رعیت بود. دقیقا، چون اون رعیت بالاخره اسمش بوشه رعیت، اون کسی که حاکم بوده. مثلا من میمانم اسب حاکم رو میخریدم تو خیابون که با سوارش میشدم میگفتم این اسب حاکم. خب اون اسب شاید پیر باشه، حتی اسب خوبی هم نبوده، خوبی هم نبوده، ولی چون اسم حاکم روش بوده همه میگفتن خب اوکی مثلا بهش احترام میذاریم. یه زیاد از موضوع رو دور نشیم، ما ارزش داریم میدیم که اون مکان باید مکان بالاتری باشه، اون مکان باید مکان ضعیف‌تری باشه. یعنی ارباب و رعیتی از اون زمانی که انسان‌ها روی زمین اومدن به نظر من وجود داشته، چون اصلا این سیستم از اون موقع تا الان سینه به سینه اومده جلو، ادامه پیدا کرده و کنترل ها هم از همون زمان ها اومده. حالا میایم به بحث خودمون برسیم که همون بحث سیستم بانکی و پولی کشور هاست. ببینید توی سال 2008 یه اتفاق افتاد، وال استریت مثلا 2008 تا 2010 بحران مالی دنیا دوچارش شد که بهش میگم بودست. حالا من میخوام بازم توی این برنامه به شما بینندگان عزیز یه فیلم معرفی کنم، فیلم گرگ وال استریت رو حتما همه دیدن و دوباره ببینید. گفتیم خیلی نکات جالبی راجع به این موضوع سیستم بانکی و سیستم های مثلا سرمایه گذاری و اینا رو قشنگ میتونه بهتون کامل توضیح بده و کسی که این فیلم رو از دیده یه فیلم فقط نگاه نکنن خیلی چیزا دستگیرشون میشه. میگم که این سیستم سینمای هالیوود هم آگاهی میده هم روشنایی بهتون میده، یعنی یه خطی رو بهتون داره یاد میده، عادی‌سازی میکنه، عادی‌سازی برنامه که اول بشیم. ما میگم جلوتر تو سال مثلا دهه 50 تا دهه 60 بانک ها میان سیستم های پولیشون رو به روزه سانه میدن، چون قبلش مثلا بانک ها میمدن پول مردم میگرفتن و از بانک ها دوزی زیاد میشد و بانک نمیتونست ضمانت کنه، نمیتونست پول رو برگردونه، دچار ورشکستگی میشدن. بانک ها میان سیستم کارت های هوشمند رو اختراع میکنن توی اروپا و آمریکا و دستگاه خودپرداز رو بفرمان ها و قبلش این سری اتفاق افتاده بوده که ما میام همیشه کشور جهان سوم تقریبا 50 سال عقب‌تر از تکنولوژی بوده دنیا جلو بوده. و این بانک ها میان این کار رو میکنن، شما اوایل میتونستی مثلا فقط از بانکی که حساب داری با دستگاه خودپرداز همون بانک بدی پولتو بگیری. تبلیغشون هم این بود که دیگه پولتون رو پیش ما سیو نگه دارید، یعنی امنیت کامل پولی که شما دارید اونجا سرمایه گذاری میکنید و ما یک کارتی به شما میدیم که این کارت همه جا میتونید ازش استفاده کنید، یعنی پول شما با اون حجم رو یه کارتی میذاشتن بله دیگه. مثلا شب باشه پول لازم داشته باشید به احتیاج رو بانک ندارید، این از شما باز هم وابسته به دولت ها میشه. چجوری؟ اینا میمدن پول نقد شما رو از شما میگرفتن و به شما یه عدد میده، یه عددی که شاید یه روزی صفر بشه. دقیقاً الان همینه دیگه. و شما نمیدونی کجا باید بری از کی شکایت کنی. خب این کنترل کردن است. این همون قضیه متریالیسم است. آره تو کشور خودمون هم خیلی داره اتفاق میفته. مؤسسات مالی همینا سیستم کلاهبرداری و مردم پول مردم ازشون بگیرن تورم ایجاد کنن. این همون سیستم. کشورها دو نوع سیستم چاپ پول داره. یکی چاپ پول بر اساس پشتوانه مالیشون که پشتوانه مالیشون چی تعریف کنه؟ طلا، نقره، چیزای با ارزش کشور پشتوانه مالیشون تعریف کنه. یه دونه پولهای بدون پشتوانه است. پولهای بدون پشتوانه کیا چاپ میشه؟ مثلا تو دوران کرونا هیچ معادله معاملاتی بین کشورها انجام نشد، هیچ کالایی رد و بدل نشد به خاطر ویروس کرونا مگه این کالاهای سنگین یا مثلا کالاهای بهداشتی ضروری، باز اونم شرایط خیلی خاص و ایزوله بود چون ویروس انتقال پیدا نکنه.
میومدن چیکار میکردن؟ پولهای بدون پشتوانه، یعنی دولت به بانک مرکزی دستور میداد پول چاپ کنه، که بیشترین چاپ پول تو آمریکا تو دوران کرونا چاپ شد و تو انگلیس، تو ایران، تو همه جای دنیا، شما تمام کشورهای دنیا اومدن پول چاپ کردن به خاطر اینکه بتونن نقدینگی بالا ببرن و کشور اونجا رو برشکسته نکنن، و همین امر باعث تورم شدید توی دنیا شد. تو مخاطب هم نگارسن، مخاطب هم اینجوری بیرقی چاپ میکنن. بله، بیرقی چاپ کردن پول باعث میشه که این پول ارزشش بیاد پایین. شما دلار اگه یادتون باشه تو دوران کرونا دلار تا یه تایمی با یورو برابری کرد، ارزشش اومد پایین به خاطر چاپ بیرقی دلار، و همینطور یورو هیچ فرقی نمیکنه، پوندم که به همین مناسب اومد پایین. بعد فقط کشورهایی که قدرتمندن سریع میتونن این قضیه رو فیصله بدن، یعنی چاپ پول رو متوقف کنن، همون پولایی که تو گردشه حساب کنن و اینو پیش برن. حالا میرسیم زمانی که این ATM رو ساخته میشه. خب ما چجوری اصلا چه ربطی به سیستم متریالیسم و سیستم شبیه سازی داره این داستان؟ ببینید، شما همیشه باید محتاج باشید، یعنی وقتی که به دنیا میاد شما بدهکار به دنیا میاد، یعنی وقتی که وارد این دنیا میشی یه سیستم بانکی منتظره که شما رو بدهکار، یعنی میگی که بانک ها دنبال اینه که ما محتاج باشیم، همیشه باید محتاج باشید. سیستم پولیه شما ببینید اصلا من یه سوال میکنم از شما که کامل موضوع رو ببریم جلو. شما چیزی رو داری که مثلا چیزی رو میشناسی که با پول نشه خرید نشه؟ حالا یه صحبت کلیشه است، مثلا میگن که خوشبختی رو نمیشه خرید، زمان رو نمیشه خرید، یه چیزی مایه میرا جا. اینا کاملا غلطه، اینا رو آدم هایی میگن که همیشه ضعیف هم. من تو برنامه قبلی هم گفتم آدم هایی که شکست میخوان به چه روزه داری میتونم، آدم هایی که پیروزن از شکستشون درس میگیرن که بخوان موفقیت برسن. ببین من بهت میگم، هم زمان رو میشه خرید، هم خوشبختی میشه خرید، یعنی تمام چیزهایی که تو دنیا هست خرید نمیدید، حتی بهشت و جهنم رو تن میتونید. حالا چجوری؟ ببین شما فرض کن یه آدم ثروتمندی هست، خب هر چی پول داشته باشی هر بیزینسی که بخوای راه بندازی به سرعت پیشرفت کنه، اینجاست که شما زمان خرید. پس زمان رو میشه خرید، خوشبختی رو نمیشه خرید. شما وقتی که سوار یک کشتی پولوس هستی تو دنیا داری این چرخی، وقتی که پول داری اسمش خوشبختی نیست. آره، تو وقتی سوار زمانی که سوار کشتی کروز یا دنبال اینه که چکم برگشت و کار میمونم که رای خونه دارم. دقیقا شما پول داری، ماشین داری، خانواده داری، ثروت داری، بیمار وقتی که میشی تو بهترین بیمارستان ها بهترین دکتر ها میرن شما رو معالجه میکنن، پس خوشبختی هم میشه با پول خرید. بهشت و جهنم رو میگن نمیشه خرید، ولی من میگم اون هم میشه خرید. شما وقتی که ثروت داشته باشی میتونی به خانواده های سرپرست کمک، وقتی که ثروت داشته باشی میری مدرسه میسازی، وقتی که ثروت داشته باشی کلیسا و مسجد عبادتگاه میسازی، اینا همش چهار خرید داری خیلات میدی. پس در نتیجه پول همیشه هر فرق باشید. یا یه مسئله میزدن میگفتن علم بهتر از یا امور رو بیاد بهتر یا سمت. حالا به نظرم اگه الان بود صد درصد سمت. ببین علم خوبه، ولی اینکه به جای اینکه تو مدرسه بیان انتگرال رو تو درس بدن، علم اینو درس بدن که شما چجوری بتونی از فرصتات استفاده کنی، از زمانت استفاده کنی که بتونی به اون ثروت برسی. ولی این تا زمانی که شما تو اون سیستم آموزشی گیر کردی، تا زمانی که اون آموزش ها رو به شما دارن دیکته میکنن، شما هیچ وقت دنبال ثروت نمیری. کسی که درس نمیخونه میره تو بازار کار میکنه، و کسی که درس میخونه بعد میخواد وارد بازار کار بشه خیلی فرق میکنه. اون آدم وقتی که درس نخونده رفته وارد بازار کار شده، تو اون سن کم تونسته پول بس خودی ذخیره کنه و آدم ثروتمند میشه. تجربه کسب کرده. اصلا بهترین درس زندگی رو کسب تجربه. ولی شما تا از پشت میز دانشگاه میری با کروات میخوای بری توی یه جایی بشینی به بالاترین حقوق هم شما درخواست میری و میخوای کارم بکنی و بازم عضوی از اون ماشین هستیش برمی. اینو میخوام بگم که سیستم بانکداری دقیقا همون سیستم
اینکه شما رو یه جا نگهت دارن و ملموستر برات بگم شما یه چرخنده خیلی کوچیک هستی از یه ماشین خیلی بزرگ که فقط داری این راه رو میری، یعنی اصلا هیچ آینده برای خودت متصور نیستی. چرا؟ چون کسی که هدف داشته باشه باید پولم داشته باشه و هدفش برسه. اینی که حالا شاید تو این برنامه خیلی کامنت بزنن که این حرفا غلطه، یا دوستانی که میان کلاس انگیزشی میذارن خیلی جالبه برای من. شما کلاس انگیزشی میذاری ولی خب با ماشین روز روز میگی سر کلاس انگیزشی، هیچ انگیزه واسه کسی اینجا نیست. شما کلاس انگیزشی میذاری دوتا گوشه آیفون 14 دستته، کسی که تو اون کلاس میاد میشینه شما میخوای خودت اونجوری بدی که به شما برسه، ولی داری بهش دروغ تعلیم میدی چون هیچ وقت نمیتونه جایگاه شما رو داشته باشه، چون اصلا از واقعیت دوری شده. یعنی میگی وقت این طرف میتونه پیشرفت کنه که به واقعیت نزدیک بشه. واقعیتی که ما داریم دنبالش میگردیم، برنامه همون داریم بهش اشاره میکنیم و میخوایم خطش رو بدیم به همه اینو ببینن، اینی نیستش که دارم بهمون دیکته میکنم. ببینید شما همه چیتون داره کنترل میشه، شما میخوای یه پولی جابجا کنی، خب مثلا از یه بانک دیگه به یه بانک دیگه، دیدید از با فور پردازم که الان وجود نداره، همش با اپلیکیشن های داخل گوشی داره. شما یه هزینه اینترنت داری پرداخت میکنی که میری تو جیب بلند، یه هزینه جابجایی داری پرداخت میکنی اونم میری تو جیب بلند. حالا یه سری کشورها هستن که پولتون بیمه میکنن، اون بیمه هم میری تو جیب بلند. شما در اصل داری یه عدد رو هی جا به جا میکنی، حالا یه عدد کمتر بشه بیشتر بشه. اصل موضوعی که من دارم بهتون میگم اینه که شما همیشه مثل یه رعیتی هستی در خدمت حکومت. ببینید من دنبال چیز خاصی نمیم، من تا همین جاشم که بهتون بگم زیادی گفتم، یعنی دو روزی دنبال هم گرفتم بخوام سلام بکنم زیاد. یعنی یه سیستمی هستش که حتما باید یه سری رعیت ازش پیروی کنه. تو خیلی جا هستش این وضعیه. ببینید جان من همه این صحبت ها رو کردم چون خیلی مبحث بزرگیه و پرداختم به ساعت ها وقت. من اینا رو نگفتم که شما امروز برید پولاتون از بانک ها بکشید بیرون، طلا بخرید، سکه بخرید، خونه سیو کنید، چون اصلا این از چاه تو چاه افتادن مثلا این سیستم غلطی. دقیقا در چی کار باید بکنیم الان این راه حلی که داری واسه ما؟ راه حل هستی شما اینه که سیستم رو دنبال کنی کاملا و همه چیشو با چیش باز ببینی، قسمت به قسمتش رو نگاه کنی و ببینی کجا داری به چی سیستم کمک میکنی، یعنی یه درک کاملی از سیستم داشته باشیم اول. بعد با درک کامل ببینیم که چیکار میتونیم چرخه داره چجوری میچرخه. ببینیم سیستم چیز بدی نیست، این لازمه زندگیه. با پیشرفت علم و دانست گذاشتن بود خیلی چیز رو پیشرفت میکنه، یعنی احتیاجی نره بترسیم که نه اصلا ترسی وجود نداره. یعنی خب آخر بود تو این سیستم بودن این چرخنده بودنه نمیبر ترس میکنه. بخواهی همیشه یه چرخنده کوچیک از این ماشین باشی و بعد آخر عمرت یه برنامه روتین زندگی داشته باشی که بهت دیکته میشه، این ترس رو پیش بکنه که شما رو از خیلی چیزایی که ممکنی ببینی و ازش لذت ببری جدا. کسی صد درصد نمیخواد که بازی چه باشه که کسی دیگر رو به هدفش برسونه. دیگه تمام چیزی که تو این برنامه باید میگفتیم رو گفتیم، فقط اینکه حالا ما به صورت کلی خیلی شاید کسی که این ویدیو رو تو این جلسه می‌بینه فکر کنه که ما خیلی از موضوع ها پرد شدیم و این شاخ رو اون شاخ دارم کنیم. ببینید خب تو این ویدیو ها با تایمر کم نمیشه راجع به همین نوع سیستم صحبت ما کلیات رو میگیم، حالا به جزئیات یه خود به دوستان مطالعه کنن جزئیات بیشتری و حداقل مطالعه هم نمی کنن با چشم باز کار انجام بده، خودشون متوجه جزئیات میشه، نیازی نیست که حتما همیشه جزئیات گفته بشه. میتونی یه سری پاراگراف بندی، یه سری اسم
یه سری چیزهای این شکلی فقط کافی با آدم کمک کنه که آدم چشمش باز بشه به سری هوایی. به میرد جان، یه جنگجو زمانی میتونه بگه من یه جنگجو هم به تمام فنون رو بلد باشه. یه شما وقتی داری مبارزه میکنی تو بازی، بازی زندگی و تمام فنون رو بلد باشه که بتونی راحت تر تصمیم بگیری و تکامل یافته ترین از مصفه کنی. یعنی میگه تمام اینها رو باید در کنار هم قرار بدی تا بفهمی که چه کاری باید انجام بدی تا زندگی بهتری داشته باشی، موفق تری باشی. ببین سیمولیشن دقیقا همینه دیگه. شما یه مبحث خیلی بزرگی رو اینجا مطرح کردیم سیمولیشن، و این سیمولیشن بخش های بسیار زیادی داره. یعنی حتی میتونم به جرات بگم یه زمانی میرسی که نفس کشیدن شما هم دست سیستم داره. یعنی شما که میتونید توی هوای آزاد نفس بکشید پیوند میده تو خونت بشین نفس بکشید. حالا با این وضعیتی که شما دارید توضیح میده میکنم این هم هست همین الان همه چی تحت کنترل، همه چیز تحت کنترل. شما اگر بخوای از یه قالب بیاید بالاتر باید خیلی مراحل رو پشت سر بذارید تا پذیرفته بشید تا یه پله بگرد. خیلی سخته و که تلاش خیلی زیاد و مقابله کردن با تمام سختی زندگی بیشتر از همهشون از سیستم مالی که برای پیش میگم چون شما همیشه ماتریالیسم هست همیشه محتاج هستیم محتاج. خیلی هم عالی. اگه صحبتی مونده یا حرف پایانی چیزی؟ صحبت خاصی ندارم، فقط ازتون تقاضا دارم که تفکر بیشتر داشته باشید، بیشتر فکر کنید و اینکه راه بهتری برای زندگیتون پیدا کنید. ما تمام هدفمون از این توضیحات و متریالیسم همینه که به شما یاد بدیم، یاد که ندیم، شما رو آگاه کنیم، یه خطی بذاریم جلوی پای شما تا تمام اهدافمون فقط آگاهی است. یعنی چیزی نیست که بخواد به ما چیزی برسه، البته تو از یه بخواد پکیجی بفروشین پکیج بفروشین کسی که کار انگیزشی که من مخالف 100% نمیدونم وقت داریم که من یه توجیه رو خسره کنم. ببینید از دید من همه چی توی این دنیایی که ما داریم میبینیم بیزینسه. یعنی کسی که میاد حتی روانشناسی میکنه شما رو، اگر شما واقعا میخوای خوشبختی رو هدیه کنی به کسی نیازی نیست پکیجی تو بفروشی اون بریار ازش، نیازی نیست که پیجی تو به میلیون برسونی که بخوای تبلیغ بگیری، اصلا نیازی به این کارا نیست. پکیج تو رایگان در اختیار همه افراد جامعه قرار بده. اون کسی که بخواد از این پکیج استفاده کنه رایگان استفاده میکنه، کسی که نخواد استفاده کنه استفاده نمیکنه، حتی وقتی که پول بده سر کلاس بشه. پس نیاییم بازیچی دست کسایی نشیم که دارن پکیج میفروشن. این از دید من خیلی غلطه، چون شما اگر با چشم باز بری جلو می‌بینی اون آدم فقط به فکر منفعت خودش، چون اگر به فکر منفعت خودش نبود تمام فنونی که به قول خودش تو این چند سال تجربه کرده بود اون که ثروتمند شده. از چه طریق ثروتمند شده؟ کسی که تو خونه بوده، کسی که مشکل داشته سرمایه‌گذارش ثروتمند شده، کسی که داره ادعا می‌کنه من چیزی نداشتم چه جوری انقدر ثروتمند میشه؟ تا حالا سوال نشده براتون اینکه مثلا من بیام پکیج شما رو بخرم بعد شما تبلیغ کار منو تو پیجت بکنید با توجه به اینکه مثلا شما 13 میلیون دنبال کننده دارید؟ خب از این 13 میلیون 10 هزار تاش هم بیام خب پیج من موفق میشه. چرا مجانی این کار انجام بدید؟ شما که ثروتتون جمع کردی، شما که با لیموزین میان دنبالت میبرن تو بعد چون که میگی بی‌نیازی یه کمک کن، کمک کن چه قرنی از جیبت خرج کنی که دقیقا مثلا استوری بذار طرف یا تو پیج اون یکی. من یه سوالی ازت دارم، از کجا معلوم این هم جزی از بازی سیستم نباشه که افرادی مثل ایشون انتخاب بشن بیان با یه چیز فیک به شما یه سری درس ها رو بدن که اصلا به درد بدن، بعد به شما بفروشن، شما رو مشغول کنن، سرگرم کنن به یه سری اتفاق. نمیخوام این هم یه این هم جزی یه بازی از بازی سیستم. دقیقا. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه این برنامه. کانال ما رو سابسکرایب بکنید، اگه سابسکرایب نکردید به دوستاتون هم معرفی بکنید، ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک بکنید، نظراتتون رو برامون این پایین توی کامنت ها بنویسید.
و اینکه دیگه صحبتی نمونده، مراقب خودتون باشید، خداحافظ. شما هم میخوای یه خداحافظی بکنید؟ خداحافظی میکنم، انشالله همیشه بازم میگم در پناه خدای خودتون باشید و بهترین راه واسه زندگیتون انتخاب کنید. موفق باشید، خداحافظ.